من پرویز مینویی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم می‌کنم، روز چهارشنبه است که برابر است با 7 اکتبر 2015 میلادی و برابر است با 15 مهر ماه 2574 هخامنشی. ولی من چند روزی رفته بودم به دیدن فامیل توی کانادا و وقتی اومدم دیدم که ایسیمون قطع شده. البته خوب بودیم، هم قطع میشد، فرق نمیکرد دیگه. به هر حال الان تو خونه ایسی نیست. اینم که من با پیراهن اومدم، کت نپوشیدم، همین دلیلش همین ایسی هست. و عرضم به خدمتتون که در هر صورت اینجا شرایطی کمی دشوار. من این برنامه رو که تقدیم حضورتون کنم، جناب امید امیدوار، کارگردان فنی و مدیریت تلویزیون ای2 در دفتر مرکزی واشنگتن برنامه رو اداره می‌کنم، به این شکل که من از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس این برنامه را از طریق اسلیپ باکس میفرستم برای ایشون. ایشون میفرستن روی اینترنت که همه میتونن اگه علاقمند باشن استفاده کنن. همزمان این برنامه رو دوست عزیزم آقای ناصر توکلی همیشه برنامه های من رو لطف میکنن و همزمان پخش میکنن و در رادیو ایران هوستون تگزاس پخش میکنن. و اگر بخواید این رادیو رو گوش بدید، هر موقع رادیو 24 ساعته است. این رادیو هست www.badkei که علامت همه رادیو هاست، و چون رادیو ایران هوستون تگزاس rihd.co مثل co یا .com هر دوش میگیره. و دوست عزیزم آقای ناصر صوبی، مدیریت محترم مردم تیوی هم همزمان این برنامه رو میگیرن و از مردم تیوی پخش میکنن و ضمناً ضبط میکنن و اغلب اوقات برای منم ضبط کردهش میفرستن. خیلی ممنون، دستشون در نکنه. و تکرار میکنن در وسط هفته و آخر هفته. خیلی ممنونم ازشون. من خب اجازه بدیم اینو بخونم، این رو با هم از روی میخونیم. بله، ببینید، نوشته که اشتباه کردن اشتباه نیست. بدونید همه اشتباه میکنن، اشتباه کردن اشتباه نیست، در اشتباه موندن اشتباه است. در اشتباه موندن اشتباه است. حالا شما چیکار میکنید؟ شما آیا در اشتباه میمانید یا اشتباهتون رو رفع میکنید؟ چون که بنا به گفته این دانشمند بزرگ که اسمش نمیدونم چیه چون ننوشته، اشتباه کردن اشتباه نیست، در اشتباه ماندن اشتباه است. خب همه اشتباه میکنن. من یه زمانی یه چیزایی رو نمیدونم یا اشتباه میکنم یا دانشش رو ندارم، ولی اگر رفع کردم اشتباه نیست، اشکال نداره.
اگه رفع کنم، اما اگر بمونم تو اون اشتباه، اشتباهه. حالا که اینو دونستیم، اینو بخونیم. بیش از 1200 نفر در مراسم حج کشته شدند. بیش از 1200 نفر در مراسم حج کشته شدند. تعداد حجاج ایرانی جان باخته بیش از 95 نفر است. البته این فکر کنم یه اشتباهی رخ داده، برای که بیش از 250 نفر است. این خب مال هنوز تعداد در نیومده، تعداد دقیق. این مجله ایرانیان واشنگتن، من بگم که تاریخش که سوم مهره، خب سوم مهر امروز 25 مهر، ببخشید 15 مهر هستیم، مال 12 روز پیشه، ولی زمان میبینیم که تعداد کشته ها رو اون تنان که باید و شاید نمیگیم. خب ببینید، خب آقای محمد وقتی در مدینه، در مکه که آیات محبت آمیز می نوشت، در مدینه شمشیر به دست شد و جنگ های رو همه رو در همه قضاوات پیغمبر، همه زمانیست که آقای محمد در مدینه بود. در مدینه بسیار مراسم رو رسم جاهلیت می دونست، از جمله مراسم حج رو، یعنی مثلا فرض کنیم کن کارهایی که در کنارش انجام میشه، مثلا سعی صفا و مروه، لبک لبک گفتن، سنگ به شیطان زدن، اینا رو خرافات میدونست، از کارهای جاهلیت میدونست. بعد که اومد وارد مکه بشه، قبل از اینکه وارد بشه، ابو سفیان رئیس مکه یا شریف مکه اومد با آقای محمد دوتایی در یک چادر به مدت دو روز صبح تا شب حرف زدن و نتیجه این حرفا این شد که البته کسی اون حرفا رو ضبط نکرده و کسی شاهد نبوده، ولی میشه حد زد که آقای ابو سفیان گفته آقا شما این لبیک لبیک گفتن و از اینجا به اونجا رفتن و براتون حج رو به طور کلی میبایستی پابرجا کنی در اسلام، وگرنه ما کارمون بد میشه. به هر حال آقای محمد اومد مراسم حج رو به همون شکل زمان جاهلیت انجام داد و آقای عمر، نقل از آقای عمر که گفته اگه من خودم به چشم خودم دیده بودم باور نمی کردم که محمد این کارها رو بکنه. هر کی می آمد به من می گفت محمد این کارها رو کنه، من باور نمی کردم، مگر اینکه به چشم خودم دیدم که محمد رفت از اینجا به اونجا و سنگ زد و از این کارها کرد. خب نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید خدا تو اون چهار دیواریه؟ نمیدونم. برحال این گوینده میگه که اشتباه کردن اشتباه نیست، در اشتباه ماندن اشتباه است. آیا شما در اشتباه ماندید یا میخواید خودتون اصلاح کنید؟ ببینید، همیشه من خودم بسیار مواقع یه چیزایی رو نمیدونم، خیلی چیزا نمیدونم. حالا براتون یه مثال بدم، یعنی یک پادشاهی وزیری رو استخدام کرد، پول خوبی داد که این آقا وزیر پادشاه بشه و بعد پادشاه ازش سوال کرد، گفت مثلا فرض کنیم که فاصله از اینجا تا ماه چقدر، گفت نمیدونم. گفت قطر ماه چقدر، گفت نمیدونم. گفت مثلا فرض کنیم که تعداد درختهای دنیا چند تاست، گفت نمیدونم. شما گفت که هرچی هم میپرسن که تو میگی نمیدونم، که پس من این هم پول برای تو برای چی میدم؟ وزیر گفت تو اون پولی که من میدی بابت اون چیزایی که من میدونم، اگر میخواستی بابت چیزایی که من نمیدونم پول بدی، باید میلیارد تا سکه طلا به من میدادی، چون چیزایی که من نمیدونم خیلیه، ولی اون چیزایی که میدونم تعدادش کمه. اگر در واقع خوب فکر کنی، برای همه ماها اینطوریه، همه ماها یه چیزایی رو میدونیم یه چیزایی رو نمیدونیم، و اون چیزایی که نمیدونیم خیلی بیشتر از اون چیزاییه که میدونیم. ببینید اتومبیل ها، خب یه اتومبیل های هستن که سنتی هستن دیگه، مثل اتومبیل هایی که همیشه دو بازار بودن، بنزین میگیرن، بنزین میاد هم راه هوا
از اون سوپاپ هایی که باز بسته میشن وارد میشه به موقع، بعد سوپاپ بسته میشه، بعد بنزین هوا شم جرقه میزنه، اینا منفجر میشه و این انفجار پیستون حرکت در میاره و در حرکت بعدی یه سوپاپ یه دریچه دیگه باز میشه، این دود میاد بیرون، باز دوباره این دریچه بسته میشه، دریچه بنزین باز میشه، بنزین هوا میاد، این عمل تکرار میشه. این حرکت دریچه ها و جرقه و انفجار با یک نظم خاصی باعث میشه که اتومبیل تون تون حرکت کنه. خب یک اتومبیل هایی اصلا برقی هست، یعنی باتری داره، شبا باتری میزنن به برق چارج میشه، صبح با باتری حرکت میکنن، اصلا نه سوخت داره نه هیچی، فقط برقه. اتفاقا اینکه از این دوستان و یکی از بستگان ما از نیویورک اومده بود اینجا و وقتی اینجا بود چون تو اون کمپانی اتومبیل سازی کار میکرد، یه دونه ماشین همون جوری که مثلا هستش که فقط با برق کار میکنه بهش داده بودن، آورده بود، یعنی بهش داده بودن که در زمانی که شهر اوستونه از اون ماشین استفاده کنه و اومد منزل ما. بعد گواره اومدم دو سر اوستون بمونم و بعد میرم، بعد ماشین شو همه مهمونا جمع شده میرم ماشین جو میرم. در یه ماشین خیلی شیک و قشنگ که اگه ندونی فکر میکنی مثلا ماشین معمولیه، مثلا مدل های مختلفه، ولی بعد گفتش که این ماشین کم تمام برقیه. گفتیم سرعتش چقدر؟ گفت سرعتش از ماشین معمولی بیشتره. شتابش چقدر؟ شتابش بسیار زیاده. قد و قوارش هم اونطوری کوچیک نبود که ماشین برقی مثل ماشین های معمولی بود، فقط گرونتره. البته این ماشین برقیه، یعنی شبا به برق میزنن، روزا کلا با برق کار میکنن. یه ماشین هایی هست که برق و بنزینه، یعنی به برق میزنن اما اگه راننده میخواد سرعت زیاد بره گاز که میده بنزین میاد، یعنی موتور بنزینی شروع میکنه به فعالیت و اتومبیل حرکت میده. یه ماشین هایی اخیرا آمده میگن هایبرد، هایبر ببخشید دال نداره، هایبر. هایبر از همون کلمه ایست که تو فارسی ما میگویم هیبرو. هیبرو یعنی مثلا فرض کنیم که یه سگی بهش میگفتن این نژادش شینلوه، بهش میگفتیم این هیبروه. حالا شینلو، شین یعنی سگ، لو یعنی گرگ، به فرانسه شینلو میشه سگ گرگی. یعنی اگر سگو با گرگ جفتگیری بندازن بچه که به دست میاد بهش میگن شینلو که هیبروه، یعنی دو رگه است و در نتیجه به انگلیسی میگن هایبر. هایبر یعنی همون دو رگه، یعنی از دو تا چیز نشون داره، یعنی هم میتونه با بنزین کار کنه هم میتونه با برق کار کنه و این هایبرو اصلا احتیاج به چارج نداره، یعنی شما نمیخواد که برقش رو شارژ کنید. یکی از عزیزان میگفتش که این گفتم آخه این چجوری میشه؟ گفتش که این مثل این من چجوری میشه شما مثلا فرض کنیم که دو چرخه رو میرونی، چجوری میشه که دینامش برق میده؟ خب اینم دینامش برق میده، برق میده به ماشین، ماشین میره. گفتم هم چجوری نمیشه، چون اگه دو چرخه رو دینامو به کار بندازی اون کسی که دو چرخه رو میرونه باید بیشتر زور بزنه، چون هم باید دو چرخه رو داره هم باید دینام به چرخونه و نمیشه که دینام باعث بشه که دوچرخه حرکت کنه و همچین چیزی محاله. یعنی این اگه اینطوری باشه میشه انرژی مجانی، طبیعت هیچوقت انرژی مجانی نمیده. برحال رفتیم من و ایشون تو بحث داشتیم، من گفتم این چی که تو میگی نمیشه، نمیشه که ماشین موقع حرکت برق بده به باتری بعد باتری ماشین حرکت بندازه، نمیشه همچیزی. رفتیم بلویه بستگان که وارد بود این کارا رو میدونست، گفتیم این چه جوریه؟ گفت این دینام به دوچرخه وصل نیست، شما حرکت میکنی موقعی که میخواد ترمز کنی این دینام به چرخ وصل میشه، یعنی شما وقتی دارید ترمز میکنید سرعت کم میکنید، شما میخواد سرعتون کم بشه، مایلید که سرعتون کم بشه و لذا این دینام که چسبید به موتور این باعث می که موتور دینام برکت بیاره سرعت زودتر کم بشه. حالا براتون توضیح بدم. ببینید
ماشین که حرکت شروع کنه به حرکت یک شتاب لازم داره، یعنی شتاب یعنی افزایش سرعت. چون اگر مثلا شما فرض کنید که 70 مایل در ساعت حرکت میکنید، برای که برسید از صفر به این 70 مایل باید گاز بدید، هی عقربه سرعتون بیاد بالا برسون رو 70، بعد اون موقع گاز رو تنظیم کنید با پاتون یا با مثلا دستگاه اتوماتیک که همین 70 مایل بمونه. اما قبل از این شما از صفر که رسید به 70 شتاب داشتید، یعنی افزایش سرعت داشتید. خب وقتی میخواید ترمز کنید، شما از 70 مایل میخواید برسید به صفر، پس یه مقدار انرژی ماشینتون گرفته میشه، شما ترمز میکنید، انرژی ماشین رو میگیرید. این انرژی که میگیرید چی میشه؟ گرما میشه، در نتیجه ترمزهای شما داغ میشه. خب حال ماشین هایپرو، وقتی شما میخواید ترمز کنید، وقتی پاتون میذارید دو ترمز، اوتوماتیک اون دینامه وصل میشه به موتور، در نتیجه ماشین وقتی سرعتش از 70 میخواد به صفر برسه، انرژیش رو بی خودی صرف ترمز و داغ کردن نمیکنه، انرژیش رو میده به باتری. هر دفعه که شما حرکت میکنید هم باتری مقدار انرژی میگیرید، هر وقت که ترمز میکنید دینام میچد به موتور، یه مقدار برق میدید به باتری، و این برقهای باتری توی مثلا فرض کنیم که توی شهر که کار میکنید حرکت میکنید مرتب چارج میشه و دونه میشه استفاده میکنید. اگر توی هایوی بیابون شهر به شهر حرکت کنید، شما سرعتتون ثابت مثلا همون 70 میمونه، در نتیجه اون دینامه کار نمیکنه و اون باتری چارج نمیشه. پس شما وقتی که توی هایوی میرید بنزین مصرف میکنید، اما وقتی که در داخل شهر هی ترمز میکنید، هی گاز میدید، هی ترمز میکنید، هی گاز میدید، بنزین در واقع مصرف نمیکنید. همون حرکت و انرژیایی که شما از ماشینتون گرفتید که سرعتش از 70 رسیده به صفر، انرژی داده به شما، اون انرژی صرف باتری میشه. حالا دیگه نمیدونم تا چقدر تونستم توضیح بدم. یه نکته دیگه ای که برای همه بسیاری سواله، برای منم سوال بود، نفتی است که میگن از شیت میگیرن. من فکر میکنم که شیت رو پیش خودم فکر میکنم یعنی ماسه های ساحل، بعد میگفتم خب ماسه های ساحل اصلا نفت از کجا رفته توش؟ و این نفت رو که میگیرن چیکار میکنن؟ باید ماسه ها رو عمله میکنن توی ماشین، نفتش رو میگیرن از اون و ماسه میاد بیرون. بعد همش گیج بودم که چی این جریانش چیه. بالاخره باز فرصتی که پیش آمد پرسیدیم از یه متخصص نفت، کارشناس نفت که فارغ التحصیل دانشکده این نفت آبادان ایران بود و تحصیلاتش رو ادامه داده بود. بعد گفتیم آقا این نفت شیت یعنی چی؟ گفت شیت یعنی ورقه. منتها در این اصطلاح شیت به ورقه های سنگ رس میگن. بعد گفت خاک رس وقتی زیاد بمونه و فشار روش بیاد تبدیل به سنگ رس میشه. وقتی سنگ رس شد بعد اینطوری توضیح داد، گفت نفت وقتی میخواد استخراج بشه باید در یه وقتا در یه جاییش که اون سنگ هایی که نفت توشه خلل و فرج دارن، این خلل و فرج یعنی این حباب هایی که سفت شدن به هم وصلن. بعضی وقتا سنگ ها حباب هایی که سفت شدن به هم وصل نیستن، مثل سنگ پا، سنگ پا حباب هاش به هم وصل نیستن. در نتیجه اگه شما سنگ پایی داشته باشید توی حباب هاش نفت باشه نمیتونید استخراج کنید چون حرکت نمی کنه. اما اگر ماسه باشه توش نفت باشه، اونجا شما یه جایی که نفت جمع شده بکشید، از اونور ماسه ها میان نفتاشون دوباره میدن به اونجا، مثل آبه که شما وقتی چاه میزنید به دریاچه آب که نمیرسید، که به ماسه هایی میرسید که توی ماسه ها آبه، در نتیجه چاه شما چون گوده از این ماسه ها آب میاد میرزه تو چاه جمع میشه و شما میتونید با وسیله سطلی پمپی چیزی این آب رو بیارید بالا. و هر چاهی معمولا یه مقداری آب میده، یعنی شما از این چاه میتونید مثلا 400 آب بکشید. وقتی 400 آب کشیدید دیگه آبش تموم میشه، باید صبر کنید تا از این ماسه ها دوباره آب بیاد توی چاه جمع بشه شما بتونید دوباره بکشید.
نفت هم یه همچه حالتی داره. بعد گفتش که نفت ها معمولا توی گنبد جمع میشه، یعنی زیر زمین، لایه های تحتانی زمین یک گنبدی از خاک رسه. خاک رسی بوده در اثر فشار جانبی و فشاری که نفت از پایین وارد کرده، چون گاز نفت بسیار فشار زیادی داره، اینو به شکل گنبد در آورده، گنبدی که از اش نفت نمیتونه بیاد بیرون، به علت اینکه سنگ ها یا خاک های رسیه. اما شما وقتی ابالای چاه میزنید تو این گنبد، در این گنبد بستگی داره که چاهتون کجا برسه. اگر گنبد این شکلیه، چاه شما برسه به این چاه، معمولا گاز میاد بیرون. دانشمندان تشخیص میدن که این گازی که میاد بیرون، آیا یک کمی بیاد بیرون نفت میاد بیرون یا نه، گاز که بیاد بیرون دیگه فشار نفت هم بمیره و دیگه نمیشه. پس دانشمندان میگن خب چاهی که از این به این نک خورد اینو ولش میکنیم، میریم چاهی از این بغل میزنیم که این بغل معمولا در این گنبدها بالاش گاز، زیرش نفت، زیرش آبشوره. سعی میکنن که این، چون که این شکلی هست، سعی میکنن این چاه رو یه جایی بزنن که به نفت برسه، بعد هم چه فشار گاز نفت رو بفرسته بیرون، و اگر فشار کم شد آب توی اون میریزن. آب که بریزن، آب میره به اون آبای زیری، نفت رو میاره بالاتر. وقتی آب رو بالاتر، دوباره فشار گاز کافی میشه که این نفت رو بیاری بیرون. برحال نه کلاس نفت گذاشیم. برحال اون شیت ها ورقه هایی هستن که نفت بینشون جمع شده، ولی به هم وصل نیستن و نمیتونن نفت بیاد بیرون. پس بنابراین برای که نفت از اون استخراج کنیم، باید این شیت ها رو بشکنیم. و این شکستن شیت ها به روش های مختلفه. یکی از روش ها آب جوشه. آب جوشی با فشار زیاد میفرستن به این شیت ها، این شیت ها خرد میشن. خرد که شدن، نفتاش ازش میاد بیرون و در نتیجه میشه استخراج کرد. و برای جالب بود دیگه برای من. در خبرها اومده بود که در هندوستان عده‌ای از مردمان هندو اومدن به یک خانه مسلمانی حمله کردن و رفتن یخچالش رو گشتن، دیدن که گوشت گاو توشه، و وقتی فهمیدن گوشت گاو توشه، خانواده رو به شدت کتک زدن و رئیس خانواده در زیر ضربات مرده. ببین چه دنیای بدی زندگی میکنی. آقای داعش میگه مسلمان بشید، اگه مسلمان باشین میکشمتون. هندوها میگن اگر مسلمان باشید و گوشت و گاو استفاده کنید میکشمتون. آخه چرا ما به اینقدر آزادی بعد این همه سال نرسیدیم که اجازه بدیم هر کس باور خودش رو داشته باشه، باورش رو تحمیل نکنه. 2500 سال پیش کوروش گفت دین اجباری نیست، هر کس میتونه دین خودش رو داشته باشه. و چون رفته بود به بابل، رفت لباس مردم اونجا رو پوشید، رفت توی معبد اون مردم و رفت به خدای اونها که مجسمه بود عبادت کرد. کوروش میدونست این خدا قلابیه. کوروش بت پرست نبود. چرا به بت احترام گذاشت؟ برای که بگه آقا مذهب آزاده، هر کی میخواد بت بپرسته آزاده بت بپرسته. بعد از 2500 سال هنوز ما میگیم زور بگیم راجع به مذهب. آقای خامنه‌ای میگه روزه که شد، ماه محرم، ماه رمضان که شد، همه باید روزه بگیرن. آقای خامنه‌ای، آخه به تو چه؟ به قول شاهکار مینش پژو، من باده خورم، من مستی کنم، به تو چه؟ آخه خدا قرار من مجازات کنه که احتیاج به تو نداره که تو من مجازات کنی. که اینکه به نام خدا یه نفر مجازات کنیم یعنی خدا ناتوانه. اگر خدا گفته شراب نخور، خب من خوردم، خدا میگه که پرویز تو کار خطایی کردی، خب من مجازات میکنه دیگه. شما چی کارید که میخواید مجازات کنی؟ اگه اون مسلمان گوشت گاو خورده،
اگه کار بدی کرده، خب خدای مرموته ایشون رو تنبیه میکنه که چرا گوشت گاو خوردی. در حالی که این دو اومدن خونش گشتن، توی اخچالش گوشت گاو پیدا کردن و بعد کتک زدن که رئیس خانواده، پدر خانواده مرده. خب واقعا جای شرمه. ما یه دفعه مهمون داشتیم، یه خانم بود، مهمون بود، بعد گفت این گوشتا چیه؟ نیست بعضی ها فکر میکنن ما مثلا ایرانیم و مسلمان ایرانیم گوشت گوسفند استفاده میکنیم، چون که گوسفندها ایران دو دنبه داشتن بزرگ، این چربیشون تو اون دنبهی که پشت بدنشون آویزون بود جمع میشد، هر کی میخواست از اون دنبه استفاده میکرد. من یک زمانی در یک شهری به نام تفره شهردار بودم، رفتم تو قصابی مثلا کمک ببینم چیه. دیدم یه شخصی داره گوشت میخره از قصابی، قصابه همش چربی و دنبه و اینا میذاره. اعتراض کردم، گفتم آقا این چی، تو گوشت نمیدی به این، همش که چربی میدی که. گفت آقا این خودش میخواد، خودش میگه این چربی بده من. یارو گفت آره ما عدمون زیاده، عیالواریم، آب گوشت درست میکنیم، این چربی ها خوبه برامون، استفاده میکنیم. خب حالا افراد مختلف جورای مختلفن. بعضی ها فکر میکنن که چون گوسفندای امریکا دنبه ندارن پس چربیشون تو بدنشون پخشه، ولی لذا وقتی که بدنشون رو مثلا گوشتاشو خورد میکنن توش یه مقدار چربیست که فکر میکنن که بوی مخصوصی میده، در حالی که مثلا شما فرض کنید ماهیچه گوسفند میخورید هیچ بویی نمیده، لابد اون یارو بوشو یه شکلی گرفته، یه وسایلی به کار برده، یا اصلا بو نمیده، یا اینکه به هر حال ممکنه یه جای گوسفند بو بده، واقعا من خبر ندارم، من بوی احساس نمیکنم از گوشت گوسفند در امریکا، ولی خود امریکایی‌ها یا دیگران میگن گوشت گوسفند یه بویی میده. حالا خانم گفتش گوسفند گو غذاتون از چی؟ من گفتم همش از بیفه، همش از گوشت گاوه، یعنی میگم یعنی ما گوسفند نمیخوریم. گفت والا من خیلی متاسفم، من اصلا گوشت گاو نمیخورم. گفتم چرا؟ گفت من نپالی ام، به هر حال یه باورایی دارم نباید گوشت گاو بخورم. خب خوشبختانه من تون ماهی داشتیم و چیزای مختلف داشتیم، آوردیم براشون استفاده کردم. خب ببینید، من نمیگم که گوشت گاو نخوریم کار درستیه یا بخوریم درستیه، ولی اون خانومی که مهمون ما بود گفت من گوشت گاو نمیخورم، نگفت شما نخوری. اما این هندوها رفتن حمله کردن گفتن شما حق نداری نخورید. من نمیدونم چرا اینجوری هست. آقا این همسایی من فرض میکنیم که قورباغه پرسته، چهار تا قورباغه رو انداخته تو یه جایی، هر صبح زور شب میره به اینا دعا میکنه، به من چه مربوطه؟ من بهش میگم قورباغه پرستی کار بیهوده ایه، ولی نمیدونم جلو راهشو بگیرم. اگه یه نفر بخواد بیاد قورباغه این آدم بکشه، من با من همسایه، با من آشنا، با من دوست میرم دفاع، میگم هیچ کس اخلاق نداره قورباغه اینو بکشه، این قورباغه برای این محترم و عزیزه، دعا میکنه، عبادت میکنه. ولی در این حال که ازش دفاع میکنم، نمیذارم قورباغه‌اش بکنم، در این حال میگم آخه مرد حسابی این قیمه قورباغه رو پرستی، این چی بهت داد؟ یه دفعه یه مشکلی داشتی این قورباغه حل کرد، اصلا این قورباغه میتونه مشکل خودش حل کنه که مشکل تو رو حل کنه؟ الان اینجا تو زندان توه، این میتونست که از اینجا میپرید میرفت تو روزخونه. ببینید بسیاری این سوال میکنن که آینده ایران چی میشه. البته آینده ایران خب چند جوره دیگه، یه جور اینه که مثلا از بیرون یه سری ایرانی ها توپ و تفنگ و هواپیما و اینا بگیرن، تانک بگیرن، برن حمله کنن، رژیم اسلامی رو بندازن دور، که به نظر من این همچی چیزی اصلا تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. یه دفعه سالها پیش، شاید چند سال پیش، شاید 20 سال پیش 20 سال پیش
گروه مجاهدا اسم عملیات رو گذاشتن فروغ جاودان و از اونجا رفتن من خودم به چشمای خودم، هر کس بگه نه نقل قول نیست، من خودم دیدم آقای مسعود رجوی اومدن و در مقابل ارتش مجاهدا گفتن امروز مهران فردا تهران. ببینید گفتن امروز مهران فردا تهران. بعد رفتن خب شکست خوردن دیگه، برای که مردم دوستشون نداشتن، مردم مجاهدا رو دوست ندارن. اگر مثلا یک گروهی میرفتن مردم کمکشون میکردن خب ممکن اون پیروز بشن. همیشه وقتی که شما وارد یک کشور دیگه میشید پیروزیتون بسیار زیاد به مردم اون کشور بستگی داره. اگر مردم اون کشور شما رو آزار بدن شما پیروز نمیشید، شما شب خوابیدید نارنجک میندازن توی کمپتون، یا مثلا فرض کنید کوکسول موتور میندازن روی ماشیناتون، یا هزار بلا میذارن سرتون. ولذا اگه نگهبان بذارید روی نگهبانه این کارا رو میکنن، ولذا باید اون مردم شما رو دوست داشته باشن تا شما در اونجا پیروز بشید. و حمله آقای رجوی قاعدتا باید اینو برسونه که مردم ایران مجاهدها رو دوست نداشتن و شکست خوردن و بسیار کشته دادن و فرار کردن. بعد که فرار کردن اومدن گفتن که ما میخواستیم تا همون مهران جلو بریم، ما نمیخواستیم بریم تهران رو بگیریم، ما میخواستیم یک امتحانی بکنیم اینا رو. آقای رجوی پس چرا گفتی امروز مهران فردا تهران؟ حالا میگی میخواستی امتحان کنی؟ اگه امتحان میخواست بکنی بگی امروز مهران در امتحان. برحال سقوط رژیم اسلامی چند راه داره. یکی این که گفتم، یکی این که از بیرون حمله بشه مثل بسیار کشورها که این اتفاق افتاده. یکی دیگه این که اعتصابات عمومی دولت رو فلج کنه و از تصمیم گیری وابداره و گروه های مخالف بیان به اصطلاح فرمان اداره کشور رو به دست بگیرن، اتفاقی که زمان آقای خمینی افتاد. اونقدر اعتصاب شد که رژیم در واقع مختل شد و شاه هم که بیمار بود و بیماریش هم مردم مخفی بود و داروهایی که میخورد مخفی بود، حالا یا به علت بیماری خودش و داروهایی که بهش میدادن یا به علت اینکه داروهای خاصی دادن که تا این بی اراده بشه و بی حالت بشه. این کارا رو میکنن. من در یکی از دوستای من که افسر نیروی هوایی بسیار مطالعه داره گفت نادر رو یک طبیبی، یک کسی اومد گفت من طبیبم و اومد یک را کمک کرد و نادر بعضی جاها که مریض میشد این خوب میکرد. بعد با پزشک نادر، با طبیب نادر رفتن حج وسط را اون طبیب اصلی رو کش، طبیب قلابی اومد گفت مرد دفنش کردیم دیگه، این شد طبیب نادر. به نادر یه چیزهایی میداد که نادر رو عصبی میکرد و این عصبی شدن باعث شد که مثلا فرض کنید که فرمان قتل پسرش رو، فرمان کوری پسرش بده. البته به این آسونی هم نیست که نادر فرمان کوری پسرش بده، اینطوری هم نبود. یه نفر رفته بود پلوی پسر نادر، گفته بود آقای پسر نادر به من یه مقدار کمک کن، من وضع مالی بده. پسر نادر مثلا فرض کنیم که بهش $1000 داده بود، گفته بود من دستم تنگه، بیشتر از این نمیتونم بدم، وقتی دستم باز شد بیا بیشتر بهت میدم. این داستان به گوش نادر رسید. نادر گفت این پسر رو من میگه وقتی دستم باز بشه یعنی چی؟ یعنی وقتی من بمیرم اون پادشاه بشه دیگه، وگرنه که فرق نمیکنه در وضعش. چرا به اون شخص گفته من وضعم بهتر بشه به تو بیشتر میدم؟ پس این در آرزوی مردن منه و این ممکنه بر علیه من توطئه بکنه. و ضمناً در همون زمانم هم یک تیری به طرف نادر پرت شد، یه جایی عبور میکرد یه تیری به طرف شلیک شد که البته به نادر نخورد. ولی این همه با هم شاید با توطئه بیگانگان اینطوری و با اینکه نادر عصبی مزاج شده بود اینطوری شد که پسرش رو محکوم دونست. باز هم این کار رو نکرد نادر، یک سر بزرگان رو جمع کرد، همه جزئیات گفت این شده این شده این شده، شما نظرتون چیه؟ اون بزرگان با هم مشورت کردن گفتن کور کنیم پسر رو.
البته اون بزرگان مقصر نیستن. تو اگه میگفتن ببخشیم پسر رو، ناظر گفت پس شما با اونه دیگه. برای این اتفاق افتاد در اونجا. حالا بحث این بود که مملکت یا با قوایی که بیرون میاد، نه قوای بیگانه ها، قوای خودی که بیرون میاد سقوط کنه، یا با اعتصابات و این مسائل مثل آقای روش آقای خمینی موسن خود سقوط کنه، یا یه قوای بیگانه بیاد کشور رو سقوط بده. مثلا فرض کنیم که اگر صدام حسین بر خمینی پیروز میشد، خمینی رو مینداخت، ممکن بود مثلا یکی از یاران خودش رو بذاره رئیس ایران و یا مثلا قسمتی از ایران هم تصرف کنه دیگه. یک راه دیگهش که بیشتر کشورهای اروپایی از این راه متحول شدن، راه مرحله به مرحله است. من میدونم اونایی که با رژیم اسلامی بدن، که منم با رژیم اسلامی بدن، از این حرفی که من میزنم ممکنه خودشون نیاد بگن که مینویی مثلا فرض کنیم به نفع رژیم اسلامی حرف زده. من از این که بگن اهمیت نمیدم، چون من برای خوشایند حسن و حسین و منوچهر و نمیدونم شاهین کار نمیکنم. من اون چیزی که از قلبم میاد میگم، و در اصل این همه سال تجربه فکر میکنم که از قلب من یک چیزی میاد که عملی تره. ببینید در صورت که من 6 سال زندگی کردم، تمام تحولات صورت مرحله مرحله ای بوده، هیچ انقلابی در صورت اتفاق نیفتاده. همینطور در نروژ، همینطور در فنلاند، همینطور در دانمارک، همینطور در بلژیک، هیچ انقلابی اتفاق نیفتاده. اما دیکتاتوری کامل رسیدن به دموکراسی بسیار پیشرفته، و این نبوده مگر اینکه مرحله 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 این بوده که مثلا فرض کنیم در یک مرحله گفتن فرض کنیم که مالیات ها باید در خزانه دولت باشه، شاه نباید مالیات ها رو بگیره توی صندوق خودش نگه داره. این یه مرحله شد. تنظیمی که چقدر کی مالیات بگیریم، این به دست دولت، دولت باید یه گروه رو بذاره ببینه که مثلا چند درصد مالیات بگیریم. همینطور مرحله به مرحله مسائل به دولت محول شده، مرحله به مرحله دولت تشکیل شده. الان مثلا در کشورهای عربی در بعضی هاشون مثلا فرض کنیم که شورای مشورتی هست، شورای قاضی ها هستن، که به هر حال حکومتی که به دست اون شیخ یا اون شاه یا اون چیزی که هستش رئیس حکومته، از اون نهاد حساب میبره، با اون نهاد گوش میده، با اون در نمیفته، چون اون نهاد نهاد مردمیه. اگر بخوایم مرحله به مرحله رژیم اسلامی منحل بشه، در این مرحله از مثلا فرض کنیم یه مرحله رسیدیم به آقای خاتمی. آقای خاتمی آدم خیرخواه بود، به قول اینا اصلاح طلب بود، ولی شجاعت لازم رو نداشت و میترسید جلو آقای خامنه‌ای، در حال که کسی که شجاعت داشته باشه از مرگ نمیترسه. آقای رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد در سال 88، رد صلاحیت شد. بعد خب رد صلاحیت به دستور آقای خامنه ای دیگه، درسته که شورای نگهبان و اینا حرفا هستن، ولی در اصل اون همه اونایی که اونجا نشستن به دستور خامنه ای انتخاب شدن، همه افرادی که اونجا نشستن به دستور خامنه ای انتخاب شدن. پس اینایی که به دستور خامنه ای انتخاب شدن، طبیعی است که نظر خامنه ای را عمل میکنن. و وقتی که از آقای رفسنجانی رد صلاحیت شد، پس طبیعی است که آقای خامنه ای رد صلاحیت کرده، منتها ظاهرا میگن شورای نگهبان رد صلاحیت کرده. و بعد آقای رفسنجانی گفت هر کس که از من رد صلاحیت کرده آدم نادانی بوده، و کلماتی از این قبیل ردیف کرد، نه اینکه یکی، آدمای نادانی بوده که مصلحت ایران نمیدونسته، مصلحت نظام نمیدونسته، بعد من رد، یعنی به صراحتن گفت آقای خامنه ای نادانه. یا مثلا فرض کنیم که آقای روحانی الان هست، دل و جرأتش خیلی زیادتر از آقای خاتمیه، میگه که
شورای نگهبان ناظره، ناظر اینه که نگاه کنه این اگه جای خلاف است گزارش بده. شورای نگهبان حق دخالت نداره. انتخابات به دست وزارت کشور و استاندارا و فرماندارا و در نهایت به دست دولت. آقای خامنه‌ای فرداش میگه نه، شورای نگهبان آن است که باید حتما دخالت بکند، اگر دخالت نکند اسلام از بین میرود. از این حرفا آقای روحانی میاد میگه که پاسدارا نیستن که نظام نگهداره، باید همه آحاد ملت نظام نگهداره. آقای خامنه‌ای فرداش میگه که نه، به عهده پاسداراست که حکومت را نگهدارن، پاسدارا هستن که باید از رژیم دفاع کنند. از این حرفا آقای روحانی میاد میگه که آقایون پلیس، شما وظیفتون این که قانون رو رعایت کنید نه اسلام رو رعایت کنید. توجه میکنید چی میگه؟ میگه شما وظیفتون قانون رو رعایت کنید نه که اسلام رو رعایت کنید. قانون هرچی گفت. آقای خامنه‌ای میاد میگه نه، پلیس باید اسلام رو رعایت کنه. یعنی دائما در حال تضاد دارن. این در من در حال تضاد بودن کیو ضعیف میکنه؟ آقای خامنه‌ای ضعیف میکنه دیگه. آقای روحانی قوی میشه، چون آقای روحانی همش برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه حرف میزنه، و یا آقای روحانی حرف میزنه یه چیزی میگه، آقای روحانی خامنه‌ای میاد خلافش میگه. پس بنابراین آقای خامنه‌ای تضعیف میشه. این تضعیف شدن میتونه به لغو ولایت فقیه منجر بشه. آخه ولایت فقیه باز از اون کارهای بی ربطه. آخه یعنی چی ولایت فقیه؟ یعنی همه مردم عقلشون نمیرسه یک کسی ولی میخوان. یادتونه بچه بودیم میرفتیم مدرسه یارو میگفت فردا ولیتی بیار، نمیگفت پدرتی بیار، گفت ولیتی بیار. ولی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تو رو پرورش میده، بزرگتر توه. اگه پدرت، پدرت بیاد. اگه پدرت مرده یا مسافرت، مادرت بیاد. اگر عموت مواظبت میکنه تو را، عموت بیاد. به هر حال ولی تو بیاد، بزرگتر تو بیاد. خب ولی فقیه یعنی همه مردم ایران نادانن، این آقای میفهمه. آه این چه چیزی که او میفهمه بقیه نمیفهمه؟ او در چه چیزی تخصص داره؟ اگه بگیم در زمینه فقه و مسائل اسلامی که اون که آیت الله واقعی نیست، اون مدارج رو طی نکرده که. ما در قم، در نجف، در مشهد آیت الله عظمایی داریم که خیلی تحصیلات اسلامیشون بیشتر از آقای خامنه ای. اگر بگیم مثلا در امر مملکت داری تجربه داره، خب آخه چه تجربه ای؟ تو حوزه علمیه چجوری در مملکت داری تذکیه میدن؟ اصولا من همواره گفتم و باز هم میگم، ببینید هر کس که در مغزش رسوپای مکه و رسوپای مسکو باشه بیماره، نمیتونه درباره ایران فکر کنه. کسی که این مقدار کمونیستی تو ذهنش اومده هنوز پاک نشده، البته خیلی پاک شده. همیشه من یادم هست که اون معلم زبان فارسی توی شهر گاتنبرگ سوئد وقتی فروپاشی شوروی شد گفت من تا امروز اشتباه کردم، امروز دیگه کمونیست نیستم. ولی برای بقیه سخته. میدونید آدم سختش یک اشتباهی رو که کرده همینطور رفع کنه، بذاره کنار. من این مثال زدم توی یک شرکتی که کار میکردیم، یه آقایی بود همکار ما بود، یک ماشین جیان مهاری داشت. هر وقت شرکت یه باری چیزی داشت این میامد اون بار رو میبرد یه پولی میگرفت. طرفدار مجاهدا بود. بعد در ایران میگفتن فلان روز مجاهدا گفتن انتخابات ممنوعه، هیچ کس نره رای بده. این گفت ما نمیریم رای بدیم، ما فردا که جمعه است رای گرفتن ما نمیریم. شنبه میاد گفتیم چی شد؟ گفت رای دادیم دیگه. گفتم چرا رای دادی؟ گفت رفتم مسجد نماز بخونم، اون آخونده گفتش که هر کس رای نده تمام نماز و روزش حرام میشه، باطل میشه. خب من فکر کردم این همه سال نماز خوندم،
روزه گرفتم چجوری باطل میشه، چرا باطل میشه، باطل میشه. ترسیدم رفتم قیدم. ببینید یک همونه همونا اشتباه کردی مهم نیست، در اشتباه موندی غلطه. اگه یه نفر 10 سال نماز و روزه بخونه اشکالی نداره، اشتباه میکنه، بره بکنه نماز روزه هیچ فایده ای برای هیچ کس نداره. ولی اگر در اون اشتباه بمونه برای همیشه، اون مشکله. من براتون گفتم آقای موریس مترلینگ میگه که اگه خدا وقتی انسانو میسازه نمیدونه چی درست میکنه، که خب خیلی کارش خرابه. یه چی درست میکنه که نمیدونه چی در میاد، مثل که مثلا دانشمندان علوم ژنتیک یک موجود درست کنن که ندونن این موجود چه جوری خواهد شد. این موجود ممکنه که تبدیل به یه هیولای مثلا هوشمندی بشه که بخواد همه انسان ها رو بکشه. پس اینا درستش کردن. پس باز برمیگردیم به جمله، اگر خداوند نمیدونه که من درست کردی چه جوری خواهم بود، چه کارهایی خواهم کرد، پس خیلی کارش خرابه. برای که یه چیز درست میکنه که نمیدونه چیه. اگر خداوند من درست کرده و میدونسته من چه کارا خواهم کرد، که خب چرا من ایراد میگیره، چرا من میخواد آتیش بزنه، خب خودت اینا رو میخواستی. اگه ما یک ربات درست کنیم، یعنی یک ماشین مثلا فرض کنیم که مکانیکی درست کنیم، بعد این ماشین رو پروگرام کنیم که هر جا رسید چیچه ها رو بشکنه، خب ما یه ماشین خرابکار درست کنیم، خرابکاری میکنه. هرکی بگید چرا خرابکاری میکنه، میگه ما اینطوری پروگرامش کردیم که بیای بره شیشه ها رو بشکنه. اما اگر یک رباتی رو پروگرام کردیم که بیاد ظرفای غذا رو جمع کنه ببره بشوره، حالا این ظرفا رو میندازه چینی ها رو میندازه هوا، خب ما پروگرام کردیم که این ظرفا رو بره بشوره. حالا که این میندازه هوا، معلوم میشه که چی؟ اون پروگرامی که ما کردیم غلط بوده. پس باید باتریشو در بیاریم، دوباره بررسی کنیم، دوباره سیماشو ببندیم، دوباره برنامه‌ریزی کنیم، دوباره همین کارو کنیم، دوباره ببندیم، دوباره باتری بزنیم، دوباره کلیچ بزنیم. این بار ببینیم آیا ظرفا رو میشه میشوره. اگه رفت شست، بگیم آ براوو، این رباتی که ما برنامه‌ریزی کردیم خوب برنامه‌ریزی کردیم، اون کاری که ما می‌خوایم بکنه و کار خوبی انجام میده. اما اگر ما یه ربات درست کردیم، زد بشقاب رو شکست، حالا بریم این ربات رو بندازیم تو جهنم، مار به جونش بندازیم، عقرب به جونش بندازیم، نیم سوز چوب رو به ما تحتش فرو کنیم، پوستای دست و بدنش بسوزه، دوباره پوست نو بدیم دوباره بسوزونیم، خب من فکر میکنم که آخه کار ما یه اشکالی داره دیگه. آخه چرا ما این کار رو میکنم؟ ما این رباته رو بعد درست کردیم دیگه، بعد درست کردیم، خب درستش کنیم، خوب درستش کنیم، اشکالش رو رفع کنیم. خب حالا تا بریم به مطالبی که براتون تهیه کردم، اجازه بدید که یک چند تا مطلب داشته باشیم، به قول معروف یه زنگ تفریح داشته باشیم. نوشته که تلرهه داشت میمرد، یا آخونده داشت میمرد، آخونده ده داشت میمرد. وقتی آخونده داشت ده داشت میمرد، به زنش گفت بعد از من فقط با مشقربون میتونی ازدواج کنی. پس آخونده ده داشت میمرد، به زنش گفت وقتی من مردم فقط با مشتی قربون میتونی ازدواج کنی. زنش گفت چرا؟ آخونده ده گفت چند سال پیش یه خر داشت به من انداخت، میخوام تلافی کنم. عجب آقا نامردی بینه. میگه که افسر راهنمای رانندگی کارنامه 2 تا
بچه هاشو نگاه کرد. کارنامه اولی رو دید تایید شده بود، گرفت حسابی کتک زد، رفت سراغ دومی، کارنامه اونو دید و با خونسردی گفت اشکال نداره سال دیگه جبرانش بکن. برادره بهش گفت چطور تو که تو رو نزد، وزن تو که از من خیلی بدتر بود، یعنی این رو بوزه شده بود. گفت کارنامه رو تا کردم وسطش یه اسکناس 10,000 تومانی گذاشتم دادم دست بابام. نوشته که دوستان عزیز، مدتی بود دچار بی‌هویتی و پوچی شده بودم، از همه چیز و همه کس بدم می آمد، امید به آینده هم نداشتم. پیش هر روانشناسی هم رفتم جواب نگرفتم. به توصیه که دوستان نامه ای به یکی از علما نوشتم و مشکلم را گفتم. جواب خیلی خلاصه‌ای داده بود. نوشته بود فقط ترکیه. من هم بارم را بستم، چند هفته رفتم آنتالیا و استانبول و برگشتم، خیلی حالم خوب شده بود. نامه را که دوباره خوندم دیدم نقطه تزکیه کمرنگ بوده، ندیدم. خدا پدرشو بیامرزه. آخونده نمیشته بود فقط تزکیه، این نقطهش ندیده، فکر فقط ترکیه. خب دیگه همین. ببینید من یه مطلبی بود به نام پایداری ایران در برابر اعراب از مجله عاشقانه که شهر خودمون چاپ میشه براتون خوندم. یه قسمتاشو خوندم که منظورم از این که اینی میخونم یعنی که تصور نکنید که ایرانی ها از ساسانیان خسته شده بودن و چون آقای محمد گفت سید قریشی و بنده حبشی با هم برابرن اومدن در وا کردن گفتن به فرمان، نه، عرب ها به زور اومدن. ساسانیان البته که به علت جنگ های 24-5 ساله خسرو پرویز با روم بسیار ضعیف شده بودن و خزانه خالی شده بود، سردارا مرده بودن، سربازا کم شده بودن، سربازایی که می بردن به جنگ اینا دیگه اون تجربه گذشته رو نداشتن و بسیار وضع خراب بود. و بدتر از همه این که شیرویه پسر خسرو پرویز، خسرو پرویز رو کشت و جاش نشست و کشتن رو باب کرد. دیگران اومدن شیرویه رو کشتن. در عرض مثلا فرض کنیم که 10 سال میبینید 12 تا پادشاه عوض شده، که از اینا دوتاشون زن بودن. این دوتایی که زن بودن و پادشاه شدن نه به علت احترام به زنها بوده، بلکه کسی نبود که پادشاه بشه. و یزدگرد سوم وقتی پادشاه شد 14-15 سالش بیشتر نبود. پس در نتیجه عرب ها اینا رو میشنفتن دیگه، میفهمیدن که ایرانیان که این همه قوی بودن اینجوری شدن. آقای عمر گفته بود که من آرزو میکردم که بین ایران و عرب یک اقیانوسی از آتش باشه که ما نتونیم به هم برسیم، ولی خب به هر حال حمله کردن دیگه. حالا بخوام بگم چرا حمله کردن طولانی میشه. در 3 جنگ دنبال هم قوای ایران شکست خورد. و در این بعد از این عرب بر ایران مسلط شدن. وقتی ایران بر عرب بر ایران مسلط شدن در قادسیه و جلولا و نهامند، این 3 جنگی که مشهوره که کلن قوای ایران شکست خورد، عبارت قادسیه است که سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد فرماندهی 2 ارتش رو داشتن. در اونجا که شکست خورد بعد در جلولا و نهاوند شکست خوردن و در نتیجه بر کل ایران مسلط شدن.
اما این تسلط آنچنان آسان نبود. مرتب ایرانی ها قیام میکردن. من در چندین در قسمت های گذشته چند تا قیام رو خوندم براتون، حالا نمیخوام دیگه اونا رو تکرار کنم. حالا میدم اونجایی رو که نخونده بودم براتون میگم. در سال 28 هجری مردم فارس بر عبیدالله ابن معمر حاکم نشانده تازی شورش کردند و او را کشتند و سپاهیان مسلمان را شکست دادند. مردم دارابجرد، البته دارابجرد حتما بوده، داراب گرد، میدونید گرد علامت شهره در فارسی که به اروپا هم رفته، گراد شده مثل استالینگراد. اینجا میگه داراب گرد، البته اینجا نشه داراب گرد چون عربیش اینطوری میشه، نیست سر به شورش و سرکشی و سرپیچی برداشتن. مردم تبرستان نیز سالهای درازی در برابر یورش تازیان پایداری و ستیز کردند. در زمان عثمان تازیان برای به دست آوردن تبرستان کوشیدند و سعید ابن عاص والی کوفه به جنگ مردم تبرستان رفت، اما تازیان نتوانستند چیرگی و فرمان روایی همیشگی خود را بر کرانه ها و کناره های تبرستان نگاه دارند و از این رو تبرستان همواره پهنه و میدان جنگ و ستیز مردم بر فرمان روایان تازیان بود. خب این در سپاه این آقای سعد ابن عاص، دو نفر جوان سردار این سپاه بودن، بین سردارای زیادی که داشت دو تاشون جوانانی بودن، برادر، دو برادر اسمشون حسن و حسین بود، پسران آقای علی ابن ابی طالب. پسران علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین، یعنی امام دوم و سوم ما، در قوای این سعید ابن عاص شرکت کردند و بسیار مردم را کشتن و بسیار غنیمت گرفتن. خب ما به اینا افتخار میکنیم. حالا یه نفر میگه که من سیدم، از نژاد شجرم میرسه به امام حسین. بابا امام حسین ایران اومد کشت همه رو. معاویه نیست که از دلیری و جنگاوری مردم تبرستان هراسان شده بود مستقله، سردار نامدار رو خدا رو برای سرکوب شورشیان به آنجا فرستاد و 10,000 یا 20,000 سرباز نیز به سپاهیان اون افسود. دشمنان، یعنی مردمان تبریز، اینا عربا میگن دشمنان، دشمنان با وی نیرنگ و افسون کردن و چنان نشان دادن که ترس و بیم از وی بر دلهایشان نشسته است تا مستقله سپاه را به درون آن دیار آورد و چون نزدیک گذرگاه های کوهستان رسید، مردم تبرستان در آنجا پنهان شده بودند. سپس سنگ های کوهستان را بر سر ایشان افکندند چنان که لشکریان تازی همه هلاک شدند و مستقصه سردار تازی نیز کشته شد و از آنجا این مثل را آوردند که تا مستقله از تبرستان بازگردد. پس از آن مسلمان ها در پیرامون آن کرانه ها و کناره ها می جنگیدن و از پیشروی در سرزمین دشمن یعنی تبرستان پرهیز می کردن. مردم گرگان نیز در زمان سلیمان ابن عبدالملک اموی سر به سرپیچی و شورش برداشتند و کاردار خلیفه را کشته، یزید ابن
مهلب سردار خلیفه را برای سرکوبی جنبش مردم به سوی گرگان شتافت. پس بنابراین مردم گرگان کاردار خلیفه را کشتن، اعراب را کشتن و از طرف خلیفه، سردار خلیفه یزید ابن مهلب، یزید ابن مهلب برای سرکوبی جنبش مردم به سوی گرگان شتافت. او در گرگان سوگند خورد که با خون عجم آسیاب بگردانم. به گرگان آمد و 12,000 تن از جوانان اسیران و سواران و مرزبانان را گردن زد. چون خون روان نمی شد برای اینکه سردار تازی را از تاوان گناه سوگند رهایی دهند، آب در جوی نهادند و خون با آب با آن به آسیاب بردند و گندم را آرد کردند و یزید ابن مهلب از آن نان بخورد تا به سوگند خود وفا کرده باشد. سپس 6,000 کودک، زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را به بردگی واداشتند و کالبد کشتگان را بر دو کناره راه بیاویخت. تباهی و درویی و ناسگاری و فساد درونی دربار ساسانی، رویداد جنگ‌های بلند مدت با دولت روم شرقی بیزانس و سرانجام تهی شدن خزانه دولت، سختگیری و فشار بر مردم و گرفتن مالیات‌های سنگین از مردم و نیز کمیابی خوراک و پایدار شدن و پراکنده شدن و بویا نپرداختن و پروا نکردن، این همه باعث شد که قوای ساسانی ضعیف بشه. چون وقتی هی جنگ کنی، البته آقای خسرو پرویز که جنگ میکرد اولش خزانه انوشیروان گرفته بود، پر بود، بعد خزانه یواش یواش تویی شد. وقتی تویی شد برای جنگ باید مالیات اضافی بگیری و این مالیات اضافی بر مردم فشار زیادی می آورد و مردم ناراضی شدن. نوشته که این جنگ 100,000 تن از ایرانیان کشته شدند و گروه بیشماری از آنان و زنان و کودکان ایرانی به بردگی رفتند و بس کشته که دشت و بیابان را پوشانیده بود، این جنگ به جلولا به معنی پوشانیده شناخته شد. جلولا یعنی پوشانیده شده، یعنی اینقدر کشته بر بیابان و دشت افتاده بود که خاک دیگه معلوم نبود، همش کشته بود. اینه که اسم اینجا رو گذاشتن پوشانده شده، یعنی جلولا. در جنگ نهاوند 22 هجری نیز ایرانیان پایداری بسیار و تازیان خشونت بسیار از خود نشان دادند و دسته های ایرانی که گویند 400,000 نفر بودند در آنجا بودند و به شکیبایی و پایداری سوگند یاد کرده بودند و تازیان از ایشان چندان کشتند که خدا داند. بنابر این دیدگاه دکتر شریعتی صفحه 162 بازشناسی هویت که بر این باور است که حمله تازیان به ایران به هیچ پایداری درخشانی در نهاوند جلولا روبروش بود بیپایه و نادرست است. آقای شریعتی نوشته که ایرانیان هیچ مقاومتی نکردند. شعبی گوید وقتی اسیران جنگ نهاوند را به مدینه آوردند، ابولولو فیروز ایرانی غلام مغیره ابن شعبه، هر اسیر کوچک یا بزرگی را که میدید بر سرش دست نوازش میکشید و میگریست و میگفت عمر جگرم را خورد. خوب توجه کردید؟ ابو لولو یعنی پدر همه هنرها. این شخصی بود اونا فیروز که به بردگی
اینجا نوشت که بردگی غلام مغیره مغیره تبن شعبه، مغیره تبن شعبه، این ابو لولو قوم و غلام اون بوده. وقتی اسیران نابند رو می آوردن به هر کدومی که می‌رسید دست نوازش رو به سر بچه‌ها می‌کشید، می‌گفته عمر جگرم رو خورد، یعنی اینقدر ظلم کرد به اینا که من جگرم آتیش کردم. همین فیروز ایرانی است که با کشتن عمر عامل و عامر حمله به ایران سرانجام انتقام گرفت. در حمله به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب و مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ارعاب به حراس و بیم مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد صدری بلندجایی بساختن و از آن کشتشگان، یعنی اجساد کشتشگان جنگ را روی هم انباشتند و هم آن کشتشگان و هم از آن کشتگان تکیگاه ها ساختند. ولی ربیع ابن زیاد بر شد و بران نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار، یعنی 1,000,000 درهم به امیرالمومنین دهند با 1,000 غلام بچه و کنیز. در یورش تازیان به همدان مردم به سختی جنگیدند. در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و استادگی بسیار کردند. در یورش به سرخس تازیان همه مردم جز 100 تن را کشتند. مردم کرمان نیز سالها در برابر تازیان پایداری کردند. خب این همه برای اینی که اینا رو همه رو میگم به خاطر اینکه این افرادی که یاوه میگن، میگن که مردم ایران به هیچ مقاومتی تسلیم اعراب شدن، بفهم که حرفشون یاوه است. آقا آدم تسلیم کسی میشه که میخواد بیاد بچه های آدم رو بگیره ببره به غلامی و کنیزی؟ آدم تسلیم هم چه آدم میشه؟ در تاختن سازیان به گرگان 650 میلادی مردم با سپاهیان عرب به سختی جنگیدن و پایداری بسیار کردن، به گونه ای که سردار تازی سعید بن عاص از ترس و بیم نماز خوف خواند. پس از مدت ها پایداری و استادگی سرانجام مردم گرگان پناه خواستند و سعید بن عاص، همونی که حسن حسین در سپاهش بودند، سعید بن عاص به آنان پناه و زینهار داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم تن دادن و گردن نهادن، اما سعید ابن عاص دست به کشتار همه مردم زد به جز یک تن را و در نیک بیان کردن کار و پیمانش کردن این خود گفت من سوگند خورده بودم که یک تن را نکشم. شمار سپاهیان تازی در یورش به گرگان 80,000 تن بود. بنابراین با توجه به واقعیت‌های تاریخی بیان شده باید گفت که تازیان آنچنان که پاره‌ای می‌اندیشند و می‌پندارند به آسانی دست ایرانیان به آسانی شکست ایرانیان و پیروزی دست نیافتند. خب اینم از این نوشته ادامه دارد. خب اگر ادامه‌اش رو پیدا کردیم با براتون می‌نویسیم. نویسنده این مقاله آقای مود نفیسی هستش. همرم با دلیل آیر همه اینایی که نوشته یک شماره گذاشته، اون زیر نوشته که مثلا این از فلان کتاب و فلان مطلبه که اگه من میخواستم اونا رو بخونم دیگه خیلی طولانی میشه. خب یه مطلبی است بسیار جالب درباره موسیقی ایرانی. این هم اتفاقا از عاشقان است. امروز همه مساله اون از عاشقان شد. حالا من ببینید، من مجله‌های مختلفی رو آبونه هستم که برای من میاد و من اونا رو میخونم. بعضی هم از این جوجه دست میارم. دو تا مجله هست که یکی راه زندگیه، یکی ایرانیانه. ایرانیان در واشنگتن چاپ میشه، راه زندگی در کالیفرنیا.
و من هر دو رو آبونم، ولی خب البته به شما بگم که دردی دوا نمیشه. نمیم چرا اینا نمیاد، یه دفعه میبینید چهار تا با هم میان، یه دفعه نمیاد. الان من فکر کنم که تقریبا شیش هفته میشه که راه زندگی برای من نیومده. ایرانیان دو سه هفته بود نیومده بود، این دفعه دیدم توی پاکت سفارشی برای من فرستادن. نمیدونم چه اتفاق، باید حتما زنگ بزنم. من متاسفانه اینقدر وقتم گرفتاره که روز میرم سر کار، فرصت این که تلفن کنم به این مسائل اینجوری ندارم، ولی حتما زنگ میزنم ببینم که چه دلیلی داره که ایرانیان آقای تقی مختار مثلا یه دفعه نمیاد، یه دفعه چهار تا با هم میاد، یا یکیشو سفارشی میفرسته باید من برم از پستخونه بگیرم. که هنوز هم البته نخوندمش. بله، این مقاله رو مرتضی حسینی دهکردی نوشته. من تیکه‌ای از این رو انتخاب کردم برای شما بخونم. نوشته که پرویز محمود نیز که تحصیلات عالی خود را در بلژیک به پایان رسانیده بود، هنگامی که در سال 1324 خورشیدی در زمان وزارت دکتر فریدون کشاورز در وزارت فرهنگ به ریاست هنرستان منصوب شد. حالا اینجا من یه توضیح بدم. ببینید در این سال، یعنی 1324، کابینه قوام، ببینید در این سال چی اتفاق افتاده بود. در این سال روسا اومده بودن در آذربایجان، مونده بودن، بیرون نمی رفتن، و بعد فرقه دموکرات رو در اونجا حاکم کرده بودن. غلام یحیی رو گذاشته بودن که این غلام یحیی مثلا وزیر جنگ بود مثلا. بعد این غلام یحیی هر جا می رفت گاوگوسفندهای مردم رو به زور ازشون می گرفت و بعد مثلا می فروخت. کار خیلی زشتی می کرد و پیشوری هم به یه دلیلی نمیتونست چلو اینو بگیره، برحال که پیشوری آدم بدی نبود، ولی برحال منجر به جدایی شد. اولش میخواستن مثلا فرض کنید که با دولت ایران یک مذاکرات کنن با مجلس و اینا. این پیشوری اومده بود تهران که با قوام و اینا صحبت کنه، ولی خب دیگه قوام از اون طرف با استالین کار خودشو ترتیب شده بود و از اون طرف هم آقای حسین علا در سازمان ملل از منافع ایران دفاع کرده بود و ترومن رو وادار کرده بود که آقای ترومن چندین نامه برای استالین بنویسه و حتی نوشته بود اگر تو از ایران نری بیرون من جنگ رو با تو شروع میکنم، در حالی که استالین فقط در ایران که نمونده بود، که در لهستان، در رومانی، در چکسلواکی، در نیمی از آلمان به نام آلمان شرقی، در استونی، در لیتوانی، در خیلی کشورها مونده بود، نمیرفت بیرون. و ترومن چجور شد دلش فقط برای ایران سوخت به خاطر کوشش های علا؟ و چرا آقای استالین فقط به توصیه ترومن فقط در مورد آذربایجان ایران عمل کرد؟ به خاطر تلاش های قوام. حالا قوام برای اینکه آقای استالین رو سر محبت بیاره یک کابینه تشکیل داده بود، سه تا وزیر توده‌ای. وزیر توده‌ای یعنی وزرایی که عضو حزب توده بودن. این سه تا وزیر رو به کابینه خودش دعوت کرده بود و در آن سال هم 7-8 تا نماینده مجلس توده‌ای بودن که به استالین بگه من با شما بد نیستم، من دوستم. حالا اصولا کمونیستی یکی از هدفاش اینه که فرهنگ مردم، چیزهای افتخارآمیز مردم رو از بین ببره. در این مورد اونایی که از مسکو باور دارن، اونایی که از مکه باور دارن همینطورن. این مسلمانی سفت و سخت میگن آقا انوشیروان گبر بود، به درد نمیخورد. کریم خان مشروب میخورد، به درد نمیخورد. آقای رضا شاه که چادر از سر زن برداشت، به درد نمیخورد. اینا مکه‌ای فکر میکنن، رسوب مکه توی کلشون رفته، نمیتونن خوب فکر کنن. اونایی که رسوب مسکو دارن اونا هم مسکویی فکر میکنن، رسوب مسکو تو کلشونه و اون رسوب نمیذاره درست فکر کنن. رسوب مسکو میگه که ما
هیچ چیزی که از قبل داریم به درد بخور نیست. حافظ بی خوده، مولوی بی خوده، زکریای رازی کاری نکرده که، ابو علی سینا اصلا چیزی نبوده که. حالا با توجه به این، اجازه بدید این یه تیکر یه بار دیگه به مرتون بخونم، بابیش که امروز زبونم گرفته میشه. پرویز محمود نیز که تحصیلات عالی خود را در بلژیک به پایان رسانیده بود، هنگامی که در سال 1324 خورشیدی در زمان وزارت دکتر فریدون کشاورز در وزارت فرهنگ به ریاست هنرستان منصوب شد، در عناد و ستیزجویی کودکانه با موسیقی ایرانی، این فکر من کودکانه است نویسنده مقاله، آقا کودکانه نیست، این رسوب مسکویی، اون تو رسوبه این کارو میکنه، عناد و ستیزجویی کودکانه با موسیقی ایرانی هیچ حد و حدودی نمیشناخت و از این هنر به عنوان پدیده حقیر و عقب افتاده یاد میکرد و آموزش موسیقی ایرانی را در هنرستان به کلی ممنوع و محدود کرد. فریدون حافظی استاد بزرگ تار تعریف میکرد که روزی در مجلس دیدم رضا ورزنده نابغه سنتور نواز برافروخته و عصبانی نزد من آمد، گفت میخواهم بزنم سازم رو خرد کنم. من با زحمت بسیار او رو آرام کردم و علت آن همه تندی و عصبانیت رو پرسیدم. گفت آقای دکتر هرمز فرحت میگوید که همه موسیقی ایرانی به اندازه یک قطعه از کارهای باخ نیست و من به ورزنده گفتم ناراحت نباش، درست است که ایشان مدرک دکترا دارند ولی راجب موسیقی ما چیزی نمی داند و اگر غیر از این می گفت باید تعجب می کردی و عصبانی می شدی. از همه دردناکتر و تعصب بارتر اظهار نظر احمد شاملو شاعر نامدار معاصر است که بوت نسل جوان ما به شمار می آید. وی در یکی از سخنرانی های خود که در دانشگاه UCLA امریکا ایراد کرد، مطلب موهن و نادرستی در مورد موسیقی ایرانی بیان نمود و از آن جمله گفت موسیقی سنتی ایران پیشرفتی نکرده است. پیش درآمدی اجرا می شود، بعد یک نفر می آید عرعری می کند و آخر هم رنگی می زند و تمام می شود. این آقای شاملو گفته بود البته. شرایط نسبتا مناسب فراهمند، بعد از این جریانات شرایط مناسب فراهمند، تحول تاریخی آن آغاز شد. در کمتر از 20 سال موسیقی های پرورش نیافته و ابتدایی اواخر دوران قاجار جای خود را به موسیقی های قمرالملوک وزیری، روحانگیز و ادبی خونساری داد و در این رهگذر کوشش های سه استاد بزرگ علی نقی وزیری، روح الله خالقی و ابوالحسن صبا بالاترین تأثیرها را در روند تکامل موسیقی معاصر ایران بر جای نهاد. حالا اسم این سه تا استاد رو بگم که یه دفعه قدرشون بیشتر داشته باشیم. سه استاد بزرگ علی نقی وزیری، روح الله خالقی و ابوالحسن صبا بالاترین تأثیرها را در روند تکامل موسیقی معاصر ایران بر جای نهاد. اوج تکامل موسیقی ما در برنامه‌های ارزشمند گلها باستاب یافت که به همت والای داوودی پیرنیا در اواخر سال 1334 بنیاد گرفت و تا سال 1357 ادامه یافت و در این برنامه‌ها برنامه‌های ارجمند بود که از نوابغ چون مرتضی محجوبی، جلیل شهناز، فرنگ شریف، پرویز یعقی، حبیب الله بدیعی، حسن کسایی، علی تجویدی، همایون خرم، فرامرز پایور، بنان، گلپایگانی، قوامی، ایرج، شهیدی، شجریان و ده ها موسیقیدان و ترانه‌سرای هنرمند دیگر موسیقی را به اوج تعالی رهنمون شدند.
من حالا فقط یه جمله بگم بعد بریم به بقیه مطلب که دیگه بقیه مطلب هم. آقای رضا شاه تنها جایی که مسافرت به خارج کرده بود رفته بود به ترکیه به دیدن آقای آتاتورک. آتاتورک الفبای ترکیه را تبدیل به الفبای لاتین کرده. یعنی شما الان ترکیه مثلا فرض کنیم که بخوان شعر اشعار قدیمیشون رو بخونن نمیتونن بخونن، باید ترجمه شو باید با حروف لاتین نوشته بشه و حروف لاتین هم اون گویندگی اون حروف فارسی رو نداره دیگه، یا مثلا ترکی رو نداره. برحال آقای آتاتورک نوشتن زبان ترکی رو به خط لاتین رواج داد. ببینید مثلا فرض کنید که الان دیدید بعضیا میخوان مثلا یه نفر تکس بزنن، چون تکس البته تکس حروفش فارسی هم میشه بشه، میتونی تغییر بده به فارسی، ولی خب اغلب مثلا من بلد نیستیم دیگه، تا این بیایم اینو فارسی کنیم فلان کنیم گیج میشیم، میترسیم فارسی کنیم دیگه نتونیم برگردونیم. هزار اونه که یکم پیشرفتن در مثلا اینترنت و اینا میتونن این کارو بکنن، تکس رو به فارسی هم بزنن. ولی اونایی که مثل من مثلا میخوام بنویسن برادر خیلی از تو متشکرم، اینا می‌نویسن برادر بی آر ای دی ای آر، اینجوری من میخونم می‌نویسن خیلی رو می‌نویسن کی اچ آی ال وای، اینجوری می‌نویسن دیگه. من چون وقتی می‌خونی می‌تونی همونو بخونی دیگه، برادر عزیزم متشکرم. ولی خب تا چشمون به این نوشته ها عادت کنه طول میکشه، در نتیجه وقتی کسی اینو میخونه خیلی تیکه تیکه باید به او اینا رو به هم بچسبونه تو ذهنش، یک واژه ازش در بیاره. حالا برگردیم آتاتورک و رضا شاه. رضا شاه علت این که رفت به ترکیه برای که رضا شاه ترکی رو خوب میدونست دیگه. ترکیه ایران با ترکیه درست یه مقدار فرق داره، ولی همدیگه رو خوب میتونن بفهمن. یعنی هیچ آذربایجانی نیست که بره ترکیه و نتونه مثلا مطلب رو بفهمونه. خب البته فرق میکنه دیگه یه مقدار چیزایی از من حالا مثلا بعد آقای آتاتورک به آقای رضا شاه میگه که آقای رضا شاه شما چرا نمی خط فارسی رو ورداری به خط لاتین تبدیل کنی که همه بتونن بخونن راحت هم باشه دیگه، همه ماشین تحریرها اینا همه مشکل باشه. وقتی همه حرفاش میزنه آقای رضا شاه با اون بی سوادیش میدونی چی میگه؟ میگه آتاتورک عزیز اون وقت من جواب فردوسی رو چی بدم؟ فردوسی با این خط نوشته. الان مردم ایران بعد از هزار سال میتونن شعرهای فردوسی رو بخونن و بفهمن که چی میگه. در سوئد ما رفتیم یه متنی بود ماله مثلا 100 سال پیش، هیچ کس نمیتونست بخونه. یعنی زبان سوئدی کنونی با زبان سوئدی 100 سال پیش فرق کرده بود. حالا از اون تاریخی من میگم الان مثلا 30 سال هم گذشته، اون متن رو اگه الان بیاریم مربوط به 130 سال پیش سوئده و نمیتونستن بخونن اونو. یعنی اینقدر لغت ها عوض بدل شده در این مدت که دشواره. البته در زبان فارسی هم لغت ها عوض بدل شده. مثلا فرض کنی که ما قبل از انقلاب میگفتیم هلیکوپتر، الان میگم بالچرخ. به نظر من این یه نوع بیمعرفتیه. اروپایی ها به اون چیزایی که از ایران رفته همون لغتی که ایران بوده میگن. اروپایی ها بازار از ایران آوردن به اروپا، این واژه رو که مرکز خرید و فروشه همون بازار میگن، کاروان همونطور کاروان میگن، الکل رو همونطور الکل میگن، الجبرا همون جبری که آقای خارزی ایرانی کشف کرده همون میگن الجبرا. ولی ما همه چیز میخوام عوض کنیم، میخوام فارسی بذاریم. آخه این درست نیست. به نظر من یک نوع ناسپاسی به اون سازنده اون حرف و اینم. در آذربایجان گدار میگن یولچی. یولچی میدونید
یول میدونید که راهه دیگه. در ترکیه استانبولی مثلا میگن فرودگار و یا مثلا راه های عواری میگن هوا یولری. هوا که همون مثل هواپیما که ما میگیم هوا، مثلا راه های هوایی میگن هوا یولری، درست؟ حالا یول چی در آذربایجان به معنی فقیره. چرا اینطوری شده؟ اینجوری شده که وقتی که مثلا مشروطیت شده و مدارس اومده و اینا، یه سری فکر کردن که اسلام داره دست میره. یک در تمام تکیه ها و به اصطلاح حسینی های اونجا مجلس عزا میذارن، مجلس عزا و وعظ و خطابه میذارن. این مجلس خط و عزا و خطابه خیلی طولانی بوده و یه سری افراد از آذربایجان را میفتن برن به مثلا مکانهای متبرکی مثلا کربلا و نجف و مثلا فرض کنیم که مکه و اینجا، برن خواهش کنن از اینا که امام زمان رو بفرستن. یه در راه میافتن برن اونجا خواهش کنن امام زمانه. بعد در نتیجه اینا میرن، زن و بچه شون گرسنه میشن، فقیر میشن. یه دی از اینا میان تو خیابون میگن ما پدرمون، پدر خانوادهمون رفته توی راه بره امام زمان بیاره، ما این شکلی شدیم. بعد اینا رو میگن یولچی، یعنی اونایی که فامیلیشون تو راهن یا همچی چیزی. حالا اگه من اشتباه میکنم، اگه دوستان آذربایجانی بهترش بگن من خیلی ممنون میشم. به هر حال این شکلیه، در حالی که در ترکیه این لغت نیست، یه لغت دیگه است. خیلی لغت ها اینجوری البته فرق میکنه، اصلا اول پرتی فرق میکنه. مثلا در آذربایجان میگن حال نجده. حال نجده یعنی حالت چطوره، همونطور که فارسی میگیم احوالت چطوره. در ترکیه میگن نمسه نزنس، یه همچی چیزی. من نمیدونم معنیش چی میشه، ولی تلفظش این که نمسه نزن، مثلا چجوری کار میکنید، یه همچی چیزی. به هر حال بگذاریم دیگه، من به پایان برنامه رسیدم. با هم یه قراری گذاشتیم که کمک کنیم که تلویزیون ایتو بره به ساتلایت و بره به ایران. امیدوارم که در این راه همت کنید. امیدوارم دیگر برنامه سازهای ایتو رو این موضوع تکیه کنن و همت کنن و بینندگان تلویزیون ایتو بشن. یه طرحی بیاد، آقای امیدوار یه طرحی بذارن، یه سری عضو بشن. اعضا از ماهی 5 دلار به بالا، 10 دلار به بالا پول بفرستن. آقای امیدوار بدونن اولا بفهمن کیا طرفداران تلویزیون ایتو هن، تعدادشون چند نفره و در کجاها هستن. خب یه آماری هم برای خود تلویزیون ایتو میشه و ضمناً اون عضوا ماهیانه یک چیز بفرستن. هر کس ماهی هر چقدر که میتونه، مثلا میگم یک کمیسیونی باشه از 10 دلار به بالا قرار بذاره. خب بعضی اصلا ماهی 1000 دلار میدن، دمشون گرم. آقای داوود کاشانی خب خیلی وقتا رقبای گنده کمک میکنن، دمشون گرم. اونای دیگه همینطور. ولی یه تعداد بشه، این تعداد ها آقای امیدوار روش مطالعه امیدوارم بکنم. منم با ایشون حتما تلفنی صحبت میکنم ببینیم که چه طرحی میشه داد که واقعا کمک به ایتو بیشتر و بیشتر بشه و ایتو بتونه بره روش ساتلایت و بعد بتونه بره به ایران. من براتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنم و شما را به خردتون کمون خدای خودتونه می سپارم.